سلام و درود بینندگان گرامی. امروز 28 ایونی سال 2024 است و من در استودیا با شما هستم فیروزی حید. اینا خبرهای مهمی تاجیکستان را پیگیری خواهیم کرد. با ما بمانید. نامه بازی ایتیادی آلمانی مسلمان به امام علی رحمان، مصادره خانه پدری بابایف ها، معاون سید جعفر عثمان زاده نیز بازداشت شد. رئیس ایتیادی آلمانی مسلمان علی قرداغی و دبیر کل این نهاد علی محمد سلابی در نامه باز به امام علی رحمان خواستار بیکار کردن قوانین ضد دینی شدند. در این نامه باز رهبران ایتیادی آلمانی مسلمان از میراث تاریخی و فرهنگ ملت تاجیک، از جمله سیاستمداران و آلمانی جهانی فرزندان این ملت که در اسلام خدمتهای بی‌نظیر کردند، با مانند اسماعیل سامانی، ابن سینا، امام بخاری، امام ترمذی، حاکم نیشاپوری و دیگر فقیهان بزرگ عالم اسلام یادآور شده، از امام علی میپرسند که با مبارزه علیه ارزش‌های دینی و اصدار قوانین ضد دینی چی گونه میشود آثار این بزرگان تاجیک را حفظ کرد. در این نامه خطاب به پرزیدنت تاجیکستان گفته میشود که ما شما را صادقانه نصیحت میکنیم که این قانونهایی که صادر شدند به میراث تاریخی و فرهنگ ملت تاجیک خدمت نمی کنند. در نامه منع حجاب، گذاشتن قایده های سخت در مسجدها، منع گذاشتن نامهایی که اصل عربی دارند، منع لباس های انعنوی اسلامی، منع ریش، منع وارد شدن به مسجد برای زنان و کودکان زیر سن 18 ساله، منع شخصان از 40 ساله پایان برای رفتن به حج، منع تحصیل در دانشگاه های اسلامی بیرون از تاجیکستان، منع واردات و صادرات کتاب های اسلامی بدون اجازت رسمی، اینچنین منع استفاده بلنگویک ها برای پخش اذان و منع تشکیلات حزب های سیاسی اسلامی و غیره را همچون قوانین ضد دینی ذکر کردند. همچنین رهبران ایتیادی آلمانی مسلمان در نامه خود ضمناً اشاره میکنند که تاجیکستان با بهانه حفظ ارزش های ملی مبارزه بردن به ارزش های دینی را که جزء فرهنگ این ملت گشته است اساس کاری خود قرار دادند. این در حالی است که هفته گذشته امام علی رحمان قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان را پس از جانبداری وکیلان پارلمان امضا کرد که اکنون آن حکم عملی را گرفته است. اکثر کارشناسان از قبول شدن این قانون که پیش از همه پوشیدن حجاب برای زنان و ایدگردک کودکان را در تاجیکستان محدود میکند اظهار نگرانی نموده، میگویند قبول این قانون ها مشکلات جامعه تاجیکستان را دوچند میکند. این قانون که قبلا در تحریر نو از جانب رئیس کمیته دین دولتزاده سلیمان با مجلس نمایندگان پیشنهاد شده بود، واکنش جامعه تاجیک را به بار آورد. از مردمی عادی تا کارشناسانی سطح های گوناگون در این باره نظر دادند و اکثر میگویند که تنظیم لباس شهروندان از جانب مقامات تاجیک مثل چند سال قبل باز نفرت مردم را به حکومت بیشتر کرده صف مخالفان را زیاد خواهد کرد. زیرا به گفته آنها پیشگیری از ترغیب فرهنگ بیگانه تنها شکل و لباس های اسلامی را در بر میگیرد و با آن نو لباس های نیم اوریان که به فرهنگ تاجیکی هیچ نزدیکی ندارند کار گرفتن نمی شود. بازداشت و بازپرسی مقامات از زنهای حجاب پوش و سری آنها کشیدن حجاب در نزد بیمارستان ها و بازارها واکنش جامعه تاجیک را بیشتر کرد. رسانه ها خبر داده بودند که مقامات کشور موافق ماده 18 طرح نو قانون در باره تنظیم جشن و مراسم برای آوردن، فروش، ترغیب و پوشیدن لباس به فرهنگ ملی بیگانه در جایهای جمعیتی جریمه از 8000 تا 65000 سومانی مقرر کردند. در پی سرعت گرفتن فشارها جمع بزرگ از فعالان دینی و مدنی روز جمعه 31 می را روز حجاب اعلان کرده بودند و از مردان و زنان تاجیک خواستند که در این روز برای اعتراض به فشارهای حکومت تاجیکستان دست به گردی همایی خیابانی بزنند و از حکومت بخواهند قوانین سختگیرانه نسبت حجاب و ریش را بیکار کنند. اما کسی به کوچه ها نبرآمد. پیشتر روز جمعه 31 می انجمن آلمان مسلمان در مورد منع حجاب در تاجیکستان اظهارات پخش کرده، ضمن نشریان منع حجاب زنان در تاجیکستان را محکوم و قرار حکومت تاجیکستان را در این رابطه مخالفت صریح با شریعت اسلامی دانست.
این انجمن در اظهاراتش تاکید کرده بود که مقامات تاجیک باید این قرار خود را بیکار کنند. مقامات خانه پدری عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی و عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در ناحیه واسه مصادره نموده به یک کسی دیگر دادند. سید اسحاق بابایف فعال سیاسی و برادر عبدالستار بابایف در صفحه فیسبوکیش نوشته است که زمین نزد حولگی ما را که پدر و بابایمان به ما به ارث گذاشته بودند، مقامات حاکمیت ناحیه واسه به زور غصب کرده استادند و از وضعیت ناگوار و مشکلات سیاسی امان سوء استفاده نموده، زمین های امان را به نام دیگران حجت نموده فروختند. این خانه در دهه خواجه قینر جماعت کدوچی ناحیه واسه جایگیر بوده، مادر خانواده قبل از مرگ این خانه را به فرزندانش عبدالستار بابایف، عبدالشکر بابایف و ماهیره بابایف به میراث گذاشته بوده است. بنا به گفته سید اسحاق بابایف، پس از بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و خارج شدن برادران و خواهرش از کشور، در خانه پدریشان پسر عمکشان زندگی میکرده است. اما مقامات اخیراً او را خبردار کردند که خانه را خالی کند، چون که خانه به کسی دیگر داده می شود و صاحب نوی خانه به نزدیکی کوچیده آمده به ساختمان خانه خودش در اینجا آغاز می کند. تا حال مقامات تاجیکستان سبب مصادره خانه بابایف را شرح ندادند. اما سید اسحاق بابایف می گوید مقامات برای فعالیت های سیاسی او و برادرش عبدالستار بابایف بخصوص در کمیته نجات زندانیان سیاسی با مصادره خانه پدریشان از آنها انتقام گرفته ایستادند. عبدالستار بابایف در واکنش به این خبر در صفحه فیسبوکیش از مقامات ناحیه واسه خواسته است تا خانواده آنها را از یگانه میراث باقی مانده از والدینشان محروم نکنند و سازمان های بین المللی حامی حقوق خواسته است که تا از حق آنها دفاع کنند. سلام و درود، من بابایف عبدالستار، شهروند کشور تاجیکستان، پناهنده سیاسی در یکی از کشورهای اروپا، امروز میخواهم به معلومات سازمان های بین المللی حقوق بشر برسانم که خانه پدری من که 72 سال قبل پدر کلانم در دهه قینر جماعت کدوچی ناحیه واسه خریده بودن و ساختمان کرده بودن، امروز از طرف مقامات های ناحیه واسه زوران کشیده گرفته شده است. این خانه را که پدر کلانم ساخته بود و بعدا چند بار تعمیر شد، ما در آنجا ایامی بچگی من و برادرانم گذشت و آخرین میراثی از پدر و یادگاری برای ما بود. خب دیگر زورندی را کشته گرفته ایستادند. به همین لحاظ من از مقامات های حکومت ناحیه واسه طلب میکنم که از این جنایت خود غصب کردن ملک مردم دست بکشند. همچنین به سازمان های بین المللی حقوق بشر مراجعت میکنم که در این قضیه ما و هم قضیه مردمی که امروز در تاجیکستان خانه و کاشانه آنها ظلمن کشیده گرفته میشوند به تفاوت نباشند. در تاجیکستان همه داروی ما، مال و ملک، خانه های دیگری که در شهر دوشنبه داشتم، تجارت، شرکت های ساختمانی هم زوران کشیده گرفته شدند. مبلغ زیاد که در بانک ها داشتیم برای ساختمان اینا همه گرفته شدن، ولی ما هیچ جا شکایت نکرده بودیم. خب ولی امروز چون خانه پدری همون هست، یادگار از پدر و مادر و از آبان بچگیم، ما را سخت نراحت کرده است. به همین خاطر از همه مقامات هایی که دخل دارن برای حقوق بشر خواهش میکنم که در قضیه ما بتفاوت نباشن و حکومت تاجیکستان را وادار کنم که از چنین جنایت های وحشیانه دست بکشند. در حال حاضر مقامات تاجیکستان فشار بالای پیوندان مخالفان را بیشتر کردند. پیشتر از این مقامات ناحیه ظفرآباد زمین سخنگوی پیمان ملی تاجیکستان سلیم سلطانزاده را که در آن برادرش خانه ساخته است و زندگی میکند مصادره کرده بودند. در پس منظر این فشارها کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان تصمیم گرفته است یک نامه به رهبریت سازمان امنیت و همکاری اروپا و اتحادیه اروپا فرستد و از همچون گروگان استفاده بردن، فشار و شکنجه نزدیکان مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان از جمله مصادره اموال شخصی، قطع تأمین برق و آب،
فشار بالای خانواده ها بخصوص بالای پیرانسالان و کودکان نابالغ، مصادره واسطه های نقلیات، بناهای استقامتی و دیگر مالکیت از جانب مقامات رسمی تاجیکستان شکایت فرستاد. احمدشاه کامیلزاده روزنامه‌نگار و معاونی اول رئیس حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده بازداشت شده است. در این باره رادیو آزادی با تکیه به منابع خود روز 27 میلیون خبر داد. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان به شرط ذکر نشدن نامش گفته است که احمدشاه کامیلزاده از 15 میلیون در بازداشتگاه موقتی یعنی سیزا نگهداری می شود. یک منبع دیگر که نزدیک به دادستانی کلی تاجیکستان است، خبری بازداشت احمدشاه کامیلزاده را تصدیق کرده گفته است روز 16 میلیون خانه احمدشاه کامیلزاده را کافتکاو کرده کامپیوتر، قیدها و تلفن دومی او را با خود بردند. گفته می شد بر ضد احمدشاه کامیلزاده پرونده جنایتی باز شده است، اما مشخص نیست او با چی جرم متهم دانسته می شود. بازداشت کامیلزاده در حال صورت می گیرد که 12 میلیون سال جاری سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان از جانب مقامات با اتهام کوشش غصب حکومت بازداشت شده بود. در پی بازداشت عثمانزاده مقامات چندین چهره های سیاسی دیگر را نیز بازداشت و بازپرسی کرد. از جمله سابق وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی را بازداشت و بازپرسی کردند و در پی او مقامات اکبرشاه اسکندرف را نیز همراه راننده سابقش بازداشت کردند، اما راننده او را بعد چند روز جواب دادند. در باره سرنوشت خود اسکندرف و به چه گمانبر یا عیبدار شدن او اطلاعی دقیق در دست نیست، اما منابع بامداد گفتند که 14 میلیون مقامات خانه او را که در محله حیات نوی شهر دوشنبه واقع است کافتکاو کرده آن روز چیزی زیاد برآورده با خود بردند. پیشتر از این محمد اقبال صدردین مدیر شبکه اصلاح و داداجان عطاولایف رهبری وطندار از بازداشت و بازپرسی بیش از 50 نفر سابقه‌داران حکومت و مخالفین از جمله سابق وزیر کارهای داخلی یعقوب سلیموف و سابق قماندان اپوزیسیا و اعضای حکومت سلامشان محبتوف پالکوونیک و سابق سردار گروه ضد تروریستی الفه کمیته دولتی امنیت ملی و غیرها خبر داده بودند. مقامات تاجیکستان تا حال این بازداشت و بازپرسی های چهره های شناخته کشور را شرح ندادند. اما این بازداشت ها در حال صورت می گیرد که دادستان کلی کشور یوسف رحمان وقتی از پارلمان بیکار کردن دخل ناپذیری وکیل عثمانزاده را درخواست می کرد گفته بود که پرونده جنایتی با اتهام غصب حاکمیت بر ضد سید جعفر عثمانزاده و دیگران گشوده شده است. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروز. بینندگان عزیز می توانید شرح این فصل اخباری بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی از دو تیوی پیگیری و مطالعه کنید. آبونه شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک از دو تیوی را نیز فراموش نسازید. خیر تا دیدار، خدا نگهدار.